اگر قرار باشد که تجارب کشور گرجستان یا جورجیا در کار مبارزه با فساد در افغانستان عملی گردد، باید اراده محکمه سیاسی و همکاری واقعی توسط دولت و مردم وجود داشته باشد. در همین رابطه کنفرانس دو روزه‌ای در شهر دبی امارات متحده عرب دایر گردید که جزئیات آن را وکیل احمد احساس شرح خواهند داد. تجاربی که توانست کشور جورجیا را از چنگال فساد اداری و کاغذ پرانی ها بخصوص در عرصه گمرکات نجات دهد، حال قرار است در افغانستان عملی گردد. کنفرانس دو روزه که به همکاری مالی بانک جهانی و سازمان ملل متحد در دبی برگزار شده است، هدف اساسی آن معیاری ساختن گمرکات افغانستان تا سال 2025 به گونه ای که کاملا عاری از فساد باشد عنوان گردیده است. اما تعداد از مسئولان سکتور خصوصی میگویند که مشکل اساسی در ادارات افغانستان نبود اراده قوی سیاسی و همچنان موجودیت دزدهای قانونی در ادارات افغانستان میباشد. تقریبا 80% از مامورین مفسد و اشخاصی که با قانون زیر پای میکردند و به نام فساد قانونی یاد میشد، یعنی اشخاصی بودند که ارتباط داشتند با ارگانهای کلان دولت، بالای وا حمله شدند. در قدم دوم کسایی که زمین سازی میکرد، حتی سکتور خصوصی رشوت میدادند، برای وا جزا داده شدند. آنچه که در جورجیا مؤثر واقع شده است، در جامعه مانند افغانستان آیا پیامدهای مثبت خواهد داشت؟ ما از این تجارب در افغانستان که ما فعلا میبینیم متاسفانه بسیار دور هستیم. اول فکر میکنیم که یک اراده قوی سیاسی وجود ندارن و بعد از او ما فکر میکنیم که از این دولت فعلی خود ای توقع نداریم که و با اشخاص و افرادی که دزدهای قانونی هستند با او یک جواب دندانشکن بتن. در این حال مسئولان گمرک های افغانستان میگویند که نسبت به سالهای گذشته وضعیت گمرکات در افغانستان بهتر شده است. به گفته معین گمرکات وزارت مالی افغانستان، در حال حاضر افغانستان سالانه نزدیک به 1 میلیارد دلار تنها از گمرکات این کشور عاید دارد. ارزیابی گمرکات به می میشوه که عواید اگر زیاد شد فساد کم است، اگر عواید کم شد فساد زیاد شده. مگر معنی از این نیست که ما به ریفارم کار نداریم. مقصد ما این هم نیست که ما تنها همو پرابلما را بحث کنیم. مقصد ما این است که ما چی طور کرده بتوانیم که به مستوی عالی ریفارم و گمرکات پاک شفاف و ایره داشته باشیم. مورد اساسی که در این کنفرانس مطرح گردید تجاربی بود که از سوی خانم مریم، یکی از اعضای کمیته ارشد مبارزه با فساد کشور جورجیا بود. به گفته شرکت کنندگان این کنفرانس، مواردی که در جورجیا عملی شده است بسیار کم در افغانستان عملی خواهد شد، چون تا هنوز زمینه آن وجود ندارد و مردم با دولت به گونه واقعی همکار نیستند.